درود به همه شما دوستان، یک سریال خاطر انگیز دیگه و با موضوعی عاشقانه. سریال لبخند تو به کارگردانی حمید لبخنده و محصول سال 1374 از شبکه 2. لبخند تو در زبان پخش خود علارغم سختگیری ها و سانسورهای زیاد صدا و سیما سریال موفقی بود، شاید چون جوانان آن دوره تاب تحمل سختی ها را داشتن و جوانان زیادی بیننده این سریال بودند. در این سریال بازیگران زیادی ایفای نقش کردند، همچون لیا زنگنه، رامین پرچمی، پارسا پیروزفر، حسن جوهرچی، شهرزاد عبدالمجید و ایرج راد. لیا زنگنه متولد 1344 و در زمان ساخت سریال 30 ساله بود. شما هیچ وقت به فکر خواهرتون نبودید. شما هیچ وقت به فکر احساس من نبودید. شما زندگی منو به خاطر غرور و اطمینان بیجای خودتون قربانی دوستی خودتون رو رامین کرد. او اکنون 57 ساله است. زنگنه متأهل و دارای یک فرزند دختر می باشد. رامین پرچمی متولد 1352 در لاهیجان. پرچمی با سریال در پناه تو به شهرت رسید. او در زمان فیلمبرداری سریال تنها 22 سال سن داشت. از همون اول، از شب عروسیمون، بدون اینکه به من چیزی بگه، بدون اینکه از من اجازه بگیره، هر کاری که دلش خواست کرد، هر چیزی هم که دلش خواست گفت. پرچمی تاکنون دو بار ازدواج کرده. او در سال 1388 به دلایل سیاسی بازداشت شد و به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. و شما اگر اشتباه نکنم یک سال زندان میمونید. یک سال. بله. حالا رامین بعد از یک سال از زندان آزاد میشه و دوران پسا زندان شروع میشه. ممنوع کاری میشه. نمیتونه کار کنه. کار بهت نمیدن توی تلویزیون، جاهای دیگه تئاتر. من قرار از این گیر کنم توی داستان همین تظاهرات پدر مادر با هم دیگه فوت کردن توی 62 و اصلا خیلی شرط فشاری خیلی عجیب. او در حال حاضر 49 ساله است. رامین پرچمی و لیا زنگنه بعد از گذشت بیش از 25 سال دوباره در کنار هم قرار گرفتن. نکنه همش خواب باشه، یه خیال. نترس، همه اینا واقعیه. پارسا پیروزفر متولد 1351. او در زمان ساخت سریال 23 ساله بود. او در حال حاضر در کانادا زندگی میکند و کمتر به ایران میآید. جالب است بدانید او در سریال در پناه تو نقش بسیار پررنگی در فیلمنامه داشت، اما به دلیل زیبایی چهره توسط مسئولین وقت صدا و سیما در فیلم نامه بازنگری اساسی شد و نقش وی بسیار کم رنگ. لباستون رنگی نشه. خب پیروزفر در حال حاضر 50 ساله است و مجرد. صحبت‌های لیا زنگنه بازیگر نقش مریم درباره سانسورهای چهره و دیالوگ‌های پارسا پیروزفر را بشنوید. خوش چهره بودن پارسا رو. پارسا رو اون چیزی که من یادمه 3 بار 4 بار 5 بار گریمش رو عوض کرد. که الان متوجه شدم. برای که زیبا نباشه. زیباییشو بگیرن تو گریم. بله متاسفم. حسن جوهرچی متولد 1347 و در زمان ساخت سریال 27 سال سن داشت. اصلا من برای چی نباید ببینم؟ توی همچین موقعیتی، توی یه همچین جایی اصلا دلم نمیخواد راجع به تضمینی که شما ازم خواستین باهاتون حرف بزنم. پس باشه برای یه وقت دیگه. جوهرچی ازدواج کرده و دارای 2 فرزند میباشد. حسن جوهرچی در سال 1395 به دلیل بیماری کبدی در بیمارستان چمران تهران در سن 48 سالگی درگذشت. شهرزاد عبدالمجید متولد 1348 در تهران.
در زمان ساخت سریال 26 سال سن داشت. او اکنون 53 سال است. سعید پورصمیمی متولد 1322 و در زمان فیلمبرداری سریال 52 سال سن داشت. لطفاً تشریف ببرید. دو هفته دیگه بیایید. بله میشه یک شنبه ساعت 10 صبح همینجا. حاج آقا او تاکنون ازدواج نکرده و در جشنواره‌های مختلف جوایز متعددی را کسب کرده. او در سال 2022 در جشنواره کن بود که خانم کتایون ریایی در صفحه اینستاگرام خود از تعرض او به خود خبر داد و حواشی زیادی را دامن زد. پورصمیمی در حال حاضر 79 ساله است. ثریا قاسمی. قاسمی در سال 1319 در رشت متولد شد. او فرزند حمید خیرآبادی هنرمند قدیمی کشور می باشد. ثریا قاسمی ازدواج کرده و دارای 3 فرزند می باشد. او در زمان ساخت سریال در پناه تو 55 ساله بود و در حال حاضر 82 سال سن دارد. درست از روزی که 17 سالم بود. درست از روزی که بچه دومم مرده به دنیا اومد. اما من هر وقت از اون روزا حرف می زدم دروغ می گفتم. آزیتا لاچینی متولد 1317 در تهران هنرپیشه و دوبلور می باشد. او در زمان فیلمبرداری سریال در پناه تو 57 سال سن داشت. رضا جان میگم آقای منصوری حتی دلش نمیخواست مریم با خبر بشه. تازه مگر دست شما دوتا چه کاری ساخت است جز قصه؟ جالب است بدانید خانم لاچینی دوبلور بسیار از نقش‌های مکمل خاطر انگیز هم بوده است. خیلی متشکرم قربان. این پودینگ چرا دارین تشکر میکنین؟ در واقع پودینگو اشتباهی آوردم. منظورتون چیه مدام راز؟ من معمولا دوتا درست میکنم، یکی برای روز اول سال، یکی هم برای کریسمس. آزیتا لاچینی در حال حاضر 84 سال سن داره. اما این سریال سانسورهای عجیب غریبی هم داشت، از حذف 400 صفحه از فیلمنامه تا حذف پارسا پیروزفر در قسمت آخر و قهر کارگردان سریال. جالب است که بدانیم اسم این سریال در بنای عشق بود که با مخالفت صدا و سیما واژه عشق حذف شد. البته بعدا صحنه‌های سانسور شده سریال در رسانه‌ها پخش شد و گفته میشد که خود حمید لبخنده کارگردان سریال آن را به بیرون درز داده. از جمله این سکانس ها سکانس پایانی سریال که کلن حذف شده بود و در آن رامین پرچمی را در تیمارستان نشان می داد. شاد و موفق باشید. سلام رامین. منم